به نام خدا. سلام، خیلی خوشحالیم که باز یک چهارشنبه دیگه رسید و ما باز میتونیم با کارگاه هنر مهمون خونه های شما باشیم. امیدوارم که برنامه امشبمون رو تا پایان پیگیری کنید، به خاطر اینکه بخشای خیلی جذاب و دیدنی و متنوعی برای شما در نظر گرفته شده توی این برنامه. امیدوارم که همراه ما باشین تا پایان. یه تشکر خیلی ویژه دارم از شما بینندگان محترم، از طرف همه بچهای کارگاه هنر، و اون تشکر از کسانیه که لطف میکنن و با انبوه پیامک هایی که از سراسر ایران برای ما میفرستن ما رو دلگرم میکنن. تو این بخش اسامی چند تا از شما عزیزان رو که برای ما پیامک فرستادین رو میخونم و امیدوارم که فرصت پیدا کنم از میون اون همه پیامکی که برای ما رسیده تو بخشای دیگه برنامه بتونم چند تا از پیامک هاتونم براتون بخونم. اما آقای عباس فلاح از ساری، آقای مهدی بارانی از نجف آباد، آقای امین طاهری از تهران، آقای عباس نژاد از ایلام، آقای خانم جعفری از لاهیجان، آقای منصور شاهرودی، آقای صالح خزائی از همدان، آقای آرمین خدابخش، آقای کاظم محمودی از رباط کریم، سرکار خانم منا از تهران، آقای خسرو قلیچخانی، آقای مجید دارایی، آقای مرتضی روستا از خرم آباد، آقای عابد رستمی از رستم کلای بهشهر، آقای خانم مروتی از نهاوند، آقای حمید قادری از توی سرکان، آقای حسین نوروزی از گیلان، خانم نرگس حسین زاده از ارومیه، خانم معصومه صبوحی از اصفهان و هزاران هزار دوست و بیننده عزیز دیگه که برنامه رو مورد لطف خودشون قرار میدن و پیامک میفرستن برای ما، ولی متاسفانه به دلیل وقت خیلی کمی که داریم توی برنامه نمیتونیم همه اون عزیزان رو ازشون یاد کنیم یا پیامکاشون رو بخونیم. لطفاً با برنامه همراه باشین، برین بخش بعدی برنامه رو ببینیم، من بازم میام خدمت شما. بفرمایید. استفاده میکنن اون وسیله، درسته کارو سرتر کرده، ولی به اصطلاح وظیفه عکاسو مشکل تر میکنه، چون به من فرمان داده میشه سبح اسم ربک الاعلی، فکر میکنم که باید عمل کنم. وقتی میگیم یا کن عبدو، خدایا تو را عبادت میکنم، واقعا فقط خوندنش. به واسطه سالها تلاش و پژوهش نویسندهش، مرجع جامعی در رابطه با بقای ژانر عکاسی من، تمام ژانرهای عکاسی به جز فوتوژورنالیسم دوست دارم. حالا چرا اونو؟ چون از هیاهوی شهری زیاد خوشم نمیاد، وگرنه اونم علاقه من هستم. جز عکساییه که من روی آنالوگم کار میکردم، یعنی این سبکو که یک نفر در شرایط مختلف در یه مکان نشون بدم. البته اینجا چون این سوژه ما متحرک بود، دائما در حال تکون خوردن بود، واسه هم جالب بود چون عکسام هم حرکت رو نشون میده و یه مقدار کشیدگی داره. ولی واضح تر از این دارم این قسمت که با سرعت بالاتری عکاسی کردم و این آقا در حال حرکت و زیارت بود، که من از این روش که به اصطلاح ترکیب و تلفیق چند عکسه انجام دادم. بعضی ها فکر میکنن که خب الان نه پول فیلم میدن نه چیزی و تون تون شات میزنن و عکاسی میبرن زیر سوال. عکاسی وسیله رو باید بدونن چجوری استفاده میکنن. اون وسیله درست کارو سرتر کرده، ولی به اصطلاح وظیفه عکاسو مشکل تر میکنه، چون به هر حال باید از اون وسیله طوری استفاده کنه که بتونه اون منظورش رو به بیننده برسونه.
سخت هست، ولی ببینید من چون علاقه‌مند به این کار هستم، میدونید وقتی علاقه‌مند باشی تفریح سخت نیست. من گاهی وقت خونه میشینم کارهایی که کردم پا کامپیوتر یا داخل منزل برخواد یه آتلیه برای خودم دارم که نور پردازی میکنم، صحنه میسازم، البته برای کارهای تبلیغاتی، چون تو این کارها اصلا از صحنه ساختن، کارگردانی کردن اصلا خوشم نمیاد. دوست دارم حال و هوای روحانی وجود داشته باشه. اگه متوجه بشم کسی دارم عکس میگیرم متوجه دوربین من شد، دیگه عکس نمیگیرم ازش و دوست دارم این حالت بمونه. این عکس مربوط به قسمت به اصطلاح شهدای گمنام امامزاده صالح که من به صورت مخفیانه اینجا عکس گرفتم و نمیخواستم حال و هوا و این تمرکز این خانواده را به هم بزنم. حتی اگه بتونه دقیقا همون قاب باشه، همون دوربین باشه، همون لنز باشه، همون دیافراگم باشه، همون سرعت باشه، هیچ موقع این دو تا عکس یه جور نیست. چون من اعتقاد دارم به این که عکاس موقعی که یه کادری رو میبنده و شاتر رو میزنه کلی انرژی وارد اون عکس میشه، نه انرژی نوری که عکس رو تشکیل میده، انرژی که از طریق عکاس، دید عکاس، احساس عکاس وارد عکس میشه. بچه خیابان آصف هستم و متولد اونجا هستم. خب خیابان آصف هم خیلی نزدیک به امامزاده صالح. ما دوران بچگی و من و برادرم تو اون امامزاده دائما در حال بازی و از این حیات به اون حیات و تو اون امامزاده در اصل بزرگ شدیم. من از دوران بچگی میگم همون دوران آدم زمان شلوغ‌ترین زماناشو به قول معروف پسران بازیگوشی‌ترین زماناشون بود. من تو امامزاده که میرفتم، تو امامزاده صالح یا امام رضا که میرفتم، مرقد امام رضا و اینا، بعد زیاد میرفتم نزدیک آینه هایی که آینه کاری هایی که شده بود، تو اونجا مردم رو تماشا میکردم چیکار میکنن، یکی نماز میخونه، یکی دعا میکنه، یکی قرآن میخونه و واسه هم همیشه جالب بود. سرم حرکت میدادم به این صورت و اینا جابجا میشدن و خب همون کارو با دوربینم کم، این دفعه با چشم دوربین نگاه کردم. استارت رو من حقیقتش از اونجا شروع کردم، ولی همون امامزاده صالح این معجزه رو در من ایجاد کرد که علاقه من به تمام امامزاده ها باشم. یعنی هر جایی باشه واسم فرق نمی کنه، میخواد نوک کو باشه، صعب العبور باشه، به هر حال میرم، هر جوری از خودم میرسونم. و تا زمانی که این کارم رو انجام ندم، عکسم رو نگیرم و راضی نباشم از کارم، بر نمیگردم.
خب امیدوارم که از این قسمت برنامه هم لذت برده باشین و استفاده کافی رو کرده باشین. ما تلاشمون بر این هست که از اتفاقات و جریان‌های فرهنگی و هنری که توی تهران اتفاق می‌افته و توی شهرستان رو براتون گزارش تهیه کنیم و تقدیم حضورتون کنیم، اما یه بخشی داریم توی برنامه‌مون که می‌پردازیم به زندگی و آثار هنرمندان شاخص. تا قبل از این، یعنی توی برنامه‌های قبلی، بیشتر این هنرمندانی که راجبشون صحبت کردیم هنرمندان خارجی بودن، اما شما عزیزان درخواستای مکرری داشتین که بیشتر این بخش رو اختصاص بدیم به هنرمندان ایرانی. به همین خاطر این هفته رفتیم سراغ یکی از مفاخر هنر این مرز و بوم، کسی که با آثارش ما رو سرشار از احساس و شاعرانگی میکنه، کسی که بهش لقب بهترین پدر بزرگ دنیا رو دادن، و این فرد کسی نیست جز استاد محمود فرشچیان. استاد فرشچیان استاد بزرگ و مسلم هنر مینیاتور کشورمون هست. لطفاً ادامه برنامه رو تماشا کنید. بفرمایید. استاد محمود فرشچیان به سال 1308 هجری شمسی در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش حاج غلام رضا فرشچیان از تجار فرش بود. او از همان دوران کودکی استعداد و علاقه‌اش را به نقاشی نمایان کرد. پدر با مشاهده استعداد فرزند وی را به کارگاه نقاشی استاد حاج میرزا امامی فرستاد. محمود فرشچیان در طی تحصیلات مقدماتی در محضر میرزا آقا امامی اصفهانی به آموختن نقاشی پرداخت و دل در گرو نقش‌های پر رمز و راز داد. پس از آن به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان رفت و 4 سال زیر نظر استاد عیسی بهادوری، استاد چیردست و توانمند قالی، مینیاتور و رنگ و روغن، به فراگیری مبانی طراحی و نقاشی پرداخت. فرشچیان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه ها پرداخت. در موزه های اروپا اولین کسی بود که با بسته های کتاب و قلم وارد موزه می شد و در نهایت آخر از همه خود او بود که از موزه خارج می شد. وی هنر قدیم و معاصر اروپا را مطالعه کرده و با هنر بین المللی خو گرفته است و در این حال وفاداری خود را نسبت به هنر ایران حفظ کرده است. در رویکردی به هنر فرشچیان، شناخت پردامنه و اطلاع وسیع او از مجموعه آثار تصویرسازی سنتی ایران را باید به خاطر سپرد. او با روشنبینی ماهرانه و ظریفی پرده های نقاشی را به تصویر کشیده است. بعد که میگم خداوند خالقه، پس من خالق نیستم، من یه نوع کسی هستم که در اون راستای خلقت خداوند یه عمل انجام میدم، سازنده هستم من. سالها نقاشی نمایانگر اندیشه شعرا، داستان سرایان و زینت بخش کتاب ها بوده است. نگارگر خود را محدود به فضای بسته درون متن نکرده. سرو ها قد کشیدند، ستیق کوه ها حاشیه ها را شکافتند و پرندگان در حاشیه ها به پرواز در آمدند.
آنچه آثار استاد فرشچیان را از دیگر آثار متمایز می سازد، شتاب‌های مدور و چشمگیر نقاشی‌هایش می باشد. هر کسی تو دل خودش، تو قلب خودش یه عشقی داره. عشق، اندیشه، خیال، حقیقت، صفا، چیزی نیست که آدم تو قابل لمس باشه و نوشتن باشه. منم در موج دریاها عشقت، موج دریاها عشقت، موج دریاها عشقت. مرا گویی کجایی، کجایی، کجایی؟ ترکیبات نگارگری استاد فرشچیان حالتی از پیچ و خم و منحنی های بیشماری است که ما را با خود به گرداب های بی پایانی از رویاها می برد و در مورد خود به پرسش وامی دارد که ما کیستیم و یا از کدام این جهانیم؟ آیا ما از ساکنان همین جهانی هستیم که قلم فرشچیان آن را بدین سان نقش زده است؟ برای دریافت درون مایه های کار استاد، نگاهی ژرف نگر و حوصله‌ای زمانگیر لازم است. او در حوزه نقاشی ایرانی نقطه‌ای عطف و پدیده‌ای شگرف به شمار می‌آید. بقیده استاد فرشچیان، نقاشی ایرانی هنری است خیالی که از اندیشه نقاش نشأت گرفته است، نه از یک دیدگاه عینی. برخی از آثار برجسته استاد عبارتند از زامن آهو، پنجمین روز آفرینش، طراحی ظریح امام رضا علیه السلام و عصر عاشورا. زندگی وجود آدمی میسه یه جام خیلی بزرگ، عظیم، جادار، عمیق هست. هر چقدر که آدم تشنه تر باشه، گرسنه تر باشه، یه آب کم زود تشنگی آور به دست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. تعداد زیادی از مخاطبین این برنامه ما کسانی هستن که علاقه خیلی زیادی به هنر خوشنویسی دارن، یا اساساً خودشون هنرمند خوشنویسن و یا طرفدار هنر خوشنویسی هستن. خیلی از این عزیزان درخواست کرده بودن از ما که به سراغ این هنر و هنرمندان این رشته بریم. توی برنامه قبل به احترام خواسته شما عزیزان به سراغ استاد افجعی، یکی از اساتید برجسته رشته خوشنویسی رفتیم و از نزدیک با زندگی و آثارشون بیشتر آشنا شدیم و باهاشون یه گپی زدیم. قسمت دوم این گزارش آماده است که با هم می‌بینیم.
حتما تأثیر داره دیگه. آدم کسی که شاعر نباشه شعرش هم میاد، درسا یه روزی هم ممکنه تبشرش گل بکنه. تأثیر آب و هوا و گیاه و آب ناخودآگاهه، بالاخره تأثیر داره. اون نقبیست که یه آدم در این خط حرکت میکنه و انشاب میکنه از خوشنویسی. من اون دوره کلاس های انجمن خوشنویسان رو گذرانده بودم، نزد استاد حسین، نزد علی اکبر کاوه، استاد علی اکبر کاوه، و خوشنویسی رو به تکامل رسونده بودم از نظر خودم و از نظر مدرک تحصیلی. من فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان هستم و بعد اون دوره فوق ممتاز و استاد یونان نبود. وقتی انجمن خوشنویسان تموم میکردین بعد ادامه میدادیم دیگه، تکاملش تو جامعه پیش میامد. الان جدیدن یه چند سال است که دست دادن به ریزنویسی، معروف است، میگن با قلم فقط نوشتن. حالا این قلم چه عملی انجام میده؟ مثل یه میله بافتنی که مثلا داره میبافه، در آخر یه بلوز خیلی خوشگلی میشه. عناصر تشکیل دهنده کارا حروف الفبا است، ولی این حروف الفبا از ریز و درشت شروع میشه، از ریز شروع میشه به درشت یا از درشت شروع میشه به، و این درشت و ریزی در هم آمیخته میشه و یک پرسپکتیو، یک دورنمایی رو به ما القا میکنه. این کار اندازه همین کاره، کار دو متریه، تو موزه معاصره. این کار تفکر کار، مهارت کار در بخش کنترل کاره، وگرنه نوشتنش فقط یه قلم و یه تعلیم خط. یادم نمیاد که کسی جدی گرفته باشه. به قول سهراب میگه هیچ کس زاغچه‌ای را به لب مزرعه جدی نگرفت. این یه واقعیته، یه احساس. سهراب خیلی راست میگه به آدم. یعنی ما واقعا اون موقع شاید نقش یک زاغچه رو داشتیم کنار مزرعه، و شاید خیلی از بچه‌های دیگه. یعنی پدری که مثلا فکر میکنه که این پدرش داره پسرش داره بازی گوشی میکنه، به این فکر نمیکنه که توی فرهنگ ما اینطوره، اینو تربیتش بکنه و اینو به بار بیارش و یک روزی سوق بهش بده در یه جهت بهتره. همین کار اینا ظلم نیست. معنیش این نیستش که مثلا یه پدری میخواد به بچه ظلم میکنه و درکش نمیکنه. نگرانی های موجب میشه که میخواد فکر میکنه که الان هنرمندی شغل نیست. الان واقعا توی مملکت ما منفی بافی نمیکنم، ولیکن تو جامعه ما به هنر ارزشی قائل نمیشن. الان ما هنرمند که مثلا 50 سال 60 سال دارم کار میکنم، هیچ نوع حمایتی از من نمیشه. اول موضوعش به دست من نیست، اول یه حرکتی دستم بازی میکنه. این متن نقاش خط منه. مثلا اگر بخوام این تابلو رو بسازم، اول میام یه شعری رو مینویسم، یه حرکتی در میارم و بعد میبینم که به من یه چیزی داد، کشف میکنم تصویرش رو، بعد دنبالش میگیرم و میرم. حالا چرا اینو میگم؟ این واقعا پیش میاد، برای هر کس پیش میاد. یه کمی چشم دل میخواد که آدم ببینه. مثلا شما تو یه لکه دیوار میتونید عکس یک حیوان پیدا کنید، عکس یک پرنده پیدا کنید. بله ببینید، من اینجا الان خود من از این طرف، این کلشه، این دومشه و این تنشه، روی یه چیز نشسته. اینا یک واقعیته. از هر طرف شما نگاه کنید بیشتر من حیوان میبینم. اینجا مخصوصا این علی مرغ من دارم میبینمش.
اینم نقش برجسته است، اینم برنز ریزی از طریق پلاستفوم قالب گیری شده و کوره رفته آمده بیرون و شده الله محمد علی. این نمایشیه ولی این حسیه، حرکتیه. وقتی که این فرمان میرسه و من میخونم یه حس فرمان بری به هم الغا میشه و میخوام که این عمل بکنه. وقتی میگم که سبح اسم رب، به من فرمان داده میشه سبح اسم رب کل علا، فکر میکنم که باید عمل کنم. وقتی میگیم یا کن عبدو، خدا یا تو را عبادت میکنم، واقعا فقط خوندنش باید عبادت کنم دیگه، باید این فرمان گوش بکنم. من که خیلی علاقمندم، یعنی هر کسی که بگی که من به طبیعت علاقه ندارم، فکر میکنم که ذوق نداشته باشه دیگه. من نصرالله افشهی هستم، متولد 1312 شمسی. از آن با به ندام چون فنای های فنای های فنای و از آن بی جا نمیدانم کجا های کجا های کجا کتاب نقاشی‌های بقای متبرکه در ایران به همت علی اصغر میرزایی و توسط فرهنگستان هنر در 148 صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب به واسطه سالها تلاش و پژوهش نویسنده‌اش مرجع جامعی در رابطه با بقای متبرکه به حساب می‌آید. اعتقادات دیرینه و سترگ ایرانیان به مذهب و یکتاپرستی در طول تاریخ باعث آمیختگی هنر و مذهب گردیده است. بقای متبرکه در سراسر ایران نیز محل تلاقی دین و هنر بوده است که کتاب علی اصغر میرزایی به بررسی آثار هنری موجود در آنها پرداخته است. دیوارنگارها، نقوش پیکردار، تاریخچه و محل تولد و پیدایش از بخش‌های مختلف این کتاب است. در بخشی از کتاب آمده است قدیمی‌ترین بنای آرامگاهی که در نمای داخلیش بر روی اندود گچ نقش و نگار دارد، مقبره ارسلان جاذب در سنگبست خراسان است که به تاریخ 389 قمری و در عهد غزنویان ساخته شده است.
آقای یا خانم بهرام گفتن که لطفاً درباره پرفورمنس آرت بگید و از فلسفه هنر صحبت کنید. دوست دیگه گفتن ما یک نمایشگاه در آشیانه مهر به نفع بچه های سرطانی داریم، استاد وکیلی هم حضور دارن، سری به ما بزنین. دوستان من همکاران عزیزم از این نمایشگاه گزارش مبسوطی تهیه کردن که انشالله توی هفته های آینده حتما براتون پخش میشه. اما دوست دیگه ای گفتن که سلام، لطفاً از زندگی و آثار گرانسنگ استاد غلام حسین امیرخانی مستندی تهیه کنید و پخش کنید. از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. آقای حسین یوسفی، منم از شما تشکر میکنم به خاطر توجهتون به برنامه. دوست دیگه گفتن برنامه‌تون نسبتاً خوب بود، ادامه بدین لطفاً. به سراغ این برید که چرا اقتصاد هنری توی شهرستان جریان نداره تا هنرمند به شهر خودش برگرده. دوست دیگه گفتن اینکه کارگاه هنر بی برنامه پخش میشه خیلی بده، چون نمیتونیم برای دیدنش برنامه ریزی کنیم. ضمناً سعی کنید از وادی هنرهای تجسمی خارج نشید. عرض کنم خدمتتون که دوست عزیز، برنامه ما یه زمان ثابتی پیدا کرده، یعنی زمان پخش این برنامه شده چهارشنبه شب ها ساعت 23:15 و پنجشنبه شب ها ساعت 23:15. فکر میکنم شما بتونید با برنامه ریزی دقیق این برنامه رو از دست ندید. آقایی از مشهد نوشتن وقتی دارید از مشکلات هنرمندان شهرستان سخن میگید، حداقل اجازه بدید خودشون هم حرف بزنن. اتفاقا توی برنامه قبلی ما که در مورد تمرکزگرایی هنر بود، خیلی از مصاحبه‌هایی که انجام شد از هنرمندان شهرستانی بود. حتما ایراد از ما بوده که اسم و شهرشون